السلام علیک یا ابن رسول الله. آن روزی که بت‌ها سرنگون شدند و خانه کعبه از آنها تهی، سلام خدا بر صلابت خاتم پیامبران، جبروت و ملکوت را فرا گرفت. این خلیل الله بود که دیگر بار بال اشتیاق گشود بر فراز معزنه ایمان و نظاره دوباره بت شکستن خیش را در خاطر مرور کرد. آن روز بودند عده‌ای که این صلابت را چنان نمرود زخم خوردند و با این زخم نیت برپایی دوباره قامت ناساز بت‌های خیش را نمودند. مگر حکومت نفس دوباره بر اریکه بی اقتداری استوار گردد؟ آن روز جبرئیل بود که یک بار دیگر ندای بردن و سلاما را بر خلیل تلاوت نمود و این سلام سلامی بود که نفس حضور خاتم الانبیا را در مقام فتح و ظفر می ستود و سلام می نمود بر آنکه نبوت موضع کفر و عناد را ویران نمود و وصایتش همان صلابت روز اول اضمحلال بت‌ها را دیگر باره به تصویر می کشید. قامت نمرودیان خمید، چه تمهیداتی اندیشیدند در خیال واهی خیش، و این رسول الله بود که وستقم را سلوهی خیش قرار داده بود و در مقابل ناملایمتی های فرقه بظاهر مسلمان ایستاد. آنقدر ایستادگی نمود تا این استقامتش جلای اعجاز را چنان آذرخش توفنده بر قامت نابکاران فرود آورد. آنچه این استقامت را در هویت دیگری هویت می بخشید حضور حسنین بود. مگر نبود یوم المباهله؟ مگر نبود درخشش آفتاب معصومیت بر زانوان پیامبر در مقابل نصارا، آنجا که بیان رسول الله را شنیدند و دیدند نفس نفیس خاتم را در مقابل با نصارا؟ و از آن روز این جماعت منش ددمنشانه خود را به نحو دیگری بروز دادند و همان کسانی که تاب شنیدن آیه های سوره کوثر را نداشتند می دیدند چگونه این آیات بر زانوان و شانه پیامبر می نشینند، و این یعنی همان ابراز عشق و علاقه وافر حضرت ختمی مرتبت که چنان نمکی بر زخم دل آنها شراره می زد و این شراره در گدازه های آتش مسیر انتقام را به تفسیر نشست و جراحت های بر ابدان شهیدان مظلوم کربلا گویای تمام آنچه بود که ریشه در سقیفه داشت. این شراره در حرارت حلم معینی همان ندای بردن و سلامی بود که خلیل با آن قامت نمرود را شکست و خاتم الانبیا عناد ابو جهل و ابو لهب را و حسین کاخ ویران ویرانه معاویه را. آتش همان آتشی بود که گلستان شد و گلستان همان کربلایی بود که با حضور حسین صلابت وحی را بر فراز نیزه در ما رأیت الا جمیلا بر همگان به تصویر کشانید. سوختن یادگار عشق است و عشق است که با سوختن انقیاد مسیر معرفت را به نور خیش منور می سازد، و این عشق است که چنان بر قامت بت‌های جهالت می نشیند و آنها را از پای در می آورد. هم نوا با جبرائیل، خلیل عشق را در نوای بردن و سلاما فریاد بر می آوریم و لحظه های آتش را می سوزیم و به یاد حسین لبیک سر می دهیم. السلام علیک یا ابن رسول الله.
شبکه جهانی امام حسین علیه السلام.